بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیة الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. چرا ما باید تأکید بکنیم بر فرهنگ خوبی ها، فرهنگ خوب بودن، فرهنگ مبارزه با هوای نفس، فرهنگی که درش تقوا خیلی اهمیت داره؟ چرا ما بدون توجه به فرهنگ نمیتونیم به خوب بودن برای تک تک افراد جامعه برسیم؟ اقداماتی که برای فرهنگ مثبت انجام بدیم ثوابش خیلی بیشتر از اقداماتی است که برای خودسازی انجام میدیم حتی، و این یکی از مهمترین اقدامات ما برای خودسازیه. فرهنگ برای ما موضوعیت و اصالت داره. چرا ما جدای از توجه به خودسازی به فرهنگ سازی باید بپردازیم؟ برای اینکه اگر ما به فرهنگ نپردازیم، ضعفای جامعه در جریان رقابت‌هایی که ایجاد میشه برای دنیا زدگی، برای هواپرستی، همیشه لطمه میخورن و نمیگذارن جامعه به خوبی ها برسه. در حالی که همین ضعفای جامعه اگه فرهنگ عوض بشه، مسابقات اجتماعی در فرهنگ بره به سمت خوب شدن، اون وقت میبینید همین ضعفا از توشون یک اقویایی در میان، سرمایه های گرانبهایی توشون پیدا میشه. بریم سراغ ادامه بحث جلسه قبل. ایثار اوج قله مبارزه با هواست. واقعا وقتی که ایثار توضیح داده میشه، مردم ناامید میشن از این که بخوان ایثارگر بشن. ولی رفقا، واقعا ایثار سخته. ایثار با شعار اصلا جور در نمیاد. همه شعار دهنده ها پای ایثار دیگه شعار نمیدن. ایثار تصورش هم ترس تو دل آدم میندازه. روزه باشی و یطعمون الطعام علی حبه الی آخر. روزه باشی. میدونید اون آیه قرآن که در مورد افطاری دادن خانواده نازنین پیغمبر اکرم هست، که بالاخره فقیر و مسکین و اسیری، بالاخره آدمهایی که محتاج بودن اومدن، یه نقل این است که سه روز روزه گرفتن، هر سه روز افطارشون رو دیگران گرفتن بردن. یه نقل این است که در یک روز بوده، اینا هر بار یک قسمتی از افطار خودشون رو میدادن، بعد میخواستن افطار بکنن، دوباره یک کس دیگه میومده. خیلی سخت میشه. بابا ما دادیم دیگه، الان فقیر اومد نصف غذامون دادیم رفت، یه چیزی نمونده که دوباره بقیه دیگه وقت چیزی نداشتن بخورن. و بعد خدا دید که اینا رو چه حسابی دارن این کار رو انجام میدن. تازه خدا اصل خود کار رو زیاد اهمیت نمیده. یطعمون الطعام علی حبه، اون انگیزه این کار رو بهش نگاه میکنه. خب ایثار خیلی سخته، ولی رفقا همین ایثاری که آدم وقتی فکر میکنه من چجوری ایثارگرانه زندگی بکنم، اصلا نظام زندگیم به هم میریزه. رفقا وقتی که این ایثار فراگیر میشه راحت میشه، عین آب خوردن، خدا شاهده. دیگه اصلا مردم مسابقه میگذارن در ایثارگری و همم راحت زندگی میکنن. شما فرض کنید یه نفر در میان یه جمعی ایثارگر باشه، بقیه ایثارگر نباشن، تا آخر ماه مرحوم میشه، چیزیش باقی نمیمونه.
ولی یه نفر توی جمعی زندگی بکنه همه ایثارگر باشن، همه در رفاه خواهند بود. درسته؟ همه در رفاه خواهند بود. آقا نون داشته تو خونش، همسایه فهمیده نداره. آقا ما نون اینا هست، اینا شما بردار، حالا ما صرف شده. منظورش اینه که دیشب صرف شده، بعد دیگه نون نداره خودش، میاد بیرون بره، خب چه خبر، سلام احوال داره، اینجوری کجا میخوام میرم نونوایی، باز نونوایی که الان واز نیست که بیام من خونمون نون دارم، نونا رو برمیداره میده. حالا خودش چیکار میکنه؟ رفیقش زنگ میزنه میگه ببین قد کن بذار من میخوام برم یه نونی تهیه کنم، میگه من نون دارم اصلا. اونم دوباره همینجوری بالاخره این نونه میگرده تو شهر رو، همه سیر میشن. حالا در مسئله مناقشه نیست، وقتی همه ایثارگر بشن چقدر زیبا میشه. مسابقه میذارن برای ایثار. ضرورت بحث رو ببینید، چرا ما داریم تاکید میکنیم روی فرهنگ سازی؟ چون فرهنگ کار خوب، فرهنگ سخت‌ترین کارهای خوب مثل ایثار اگر باب بشه سخت‌ترین کارها آسون میشه. وقتا سرگرمی مردم این میشه، وای خدای من، وقتی موج وحشتناک مسابقه برای به طرف خود کشیدن راه میفته نابود میشه اون جامعه. و فرهنگ اقتصادی غرب مبتنی است بر به طرف خود کشیدن، مبتنی است بر خودخواهی، مبتنی است بر هر چیزی که ضد ایثاره. اما سازمان یافته ترین و سالم ترین و حداقل ایثار بخواد باب بشه همین قصه قرض الحسن است. و خدا در مورد قرض الحسن چی میفرماد؟ وقت به من قرض میدی، خدا میفرماد کسی به خدا یه قرض بده. خیلی تعبیر عجیبه. خدا برای شهادت این تعبیر رو به کار نمیبره، برای شهدا این تعبیر رو به کار نمیبره. برای شهدا میفرمایم من تجارت میکنم، میخرم جانشون رو میخرم. تعبیر خیلی سردیه. در مورد شهادت خدا میفرماد که والذین قتلوا فی سبیل الله فلن یضل اعمالهم، کسانی که در راه خدا به قتل میرسن خدا اثر عملشون رو از بین نمیبره. ای خدا بیشتر تعبیر بگیم، من خیلی تعبیر گرفتم، میگه من اثر عملشون رو از بین نمیبرم. تعابیر رو ببینید، در مورد شهدا جون داده در راه خدا، اما کسی قرض الحسن میده. یقرض الله قرضا حسنا، قرض داده به خدا. به من قرض میدی؟ خیلی عجیب. چرا خدا اینجوری تحسین میکنه قرض الحسن رو؟ چون میاد مسابقه ایثار رو شروع میکنه به نهادینه کردن. آقا این پولو من که الان ازش نمیتونم استفاده کنم، یه کسی بره ازش استفاده کنه دیگه. آقا با پول شما ما کارخونه را انداختیم، خدا خیر دنیا آخرت بد بده، ای خدا بگم بچه هاتو سالم نگه داره همیشه، ای خدا همیشه سایتو بالا سر بچه هات. این کیف میکنه با این زندگی، این 10 سال بیشتر عمر میکنه. ولی ما اجازه یه مسابقه قرض الحسنه به مردم نمیدیم با این سود بانک ها. یه مسابقه دیگه را افتاده. ما سیستم اقتصادیمون مردم رو باید به سمت ایثار سوق بده، بعد خدا هم رفتارهاشو برای ما طراحی کرده. قرض الحسنه، قرض الحسنه میدونی یعنی چی؟ یه پولیه من دارم، سود این پولو میخوام تو ببری. و وقتی تو میبری این پول رو، باش خرید میکنی، سرمایه گذاری میکنی، سود میبری، خود اصل پولو به من برمیگردونی، یعنی چی؟ یه ایثار قابل تحمله.
ندادی بره پوله، برگشت اصلش برات، جون نکنی برگشت سودش اون برد، خب بذار ببره دیگه، ما که نگفتیم همش رو بده بره. یه ایثار بهداشتی استریل قابل تحمل چه خوشگل میشه و بعد چه برکاتی به اون میره، به این در واقع کسی که قرض میده خواهد رسید. فکر کنیم رو موضوع ربا و قرض الحسنه، فکر کنیم رو فرهنگی که ربا ایجاد میکنه، فکر کنیم فرهنگی که ایجاد میکنه، ما تو چه سیستم اقتصادی ایثار رو میتونیم چیکار کنیم، نهادینه بکنیم؟ ایثار همینجوری یه حرفی بزنیم تو هوا، یا میشه جاری کرد در جامعه اون رو؟ بهتره چند تا حدیث اخلاقی بخونم، زیاد خودمون جدی نگیریم حرفا رو. بگید بله دیگه، بگید بله که ما هم آج آقا به مملکت داری چی کار داری، برو حدیثتو بخون. دم انتخابات هم که تو همه دولت ها همین سیستم رو حفظ کردن، بعد دم انتخابات هم چیزی هم ما رأی میگیرن، هرچی یه حرفی میزنه ما خوشمون بیاد بعد رأی میدیم به هر کاری دلش میخواد میکنه. آقا شما چی میگفتیم؟ گفت من یه حرفی زدم خوشت بیاد، خوشحال بشین. درسته؟ شما بچه مذهبی ها اطلاعات عمومیتون خیلی خوبه، من تا میگم یه حرفی میزنه خوشت بیاد بعد میگه هر کاری دلش میخواد میکنه، و شما یاد اون روایت میفتی که منافق همیشه اینجوریه، یه حرفی میزنه خوشت بیاد بعد میگه اون کاری که دلش میخواد میکنه. الان نشستن تو اتاق فکرها میگن چی بگیم مردم خوششون بیاد، اصلا کسی بگه چی بگم مردم خوششون بیاد منافق. من برم بالا منبر بگم که چی بگم مردم خوششون بیاد، فقط این ملاک باشه، من منافقم. چی بگم مردم خوششون بیاد، فقط ملاک این باشه. بله آدم حرف خوبم یه جوری میزنه مردم خوششون بیاد، کار خوبم یه جوری انجام میده مردم خوششون بیاد، خدمتم واقعا آدم انجام میده مردم خوششون میاد، ولی کسی قصدش فقط این باشه که یه حرفی بزنه مردم خوششون بیاد، این منافقه. روایت ها گفتن، من کاری ندارم. بابا حدیث اخلاقی تو بگو برو، چی کار داریم این حرفا؟ باشه ما هم چهار تا حدیث بخونیم صفا کنیم. آقا ایثار جلسه قبل گفتیم خیلی سخته، درسته؟ بفرمایید بله. ایثار وقتی آدم تکی در موردش فکر میکنه خیلی سخته، درسته؟ ولی ایثار وقتی تبدیل بشه به یک فرهنگ تو جامعه خیلی آسونه. مسابقه میذارن خدا شاهد مردم برای ایثار، دفاع مقدس این نمونش بود و ما تا اینجا نرسیم، یعنی فرهنگ سازی نکردیم، درسته؟ بعد بخوایم فرهنگ سازی بکنیم، یه کاری بکنیم که مسابقه بذارن مردم برای ایثار، ساختارهای اقتصادی جامعه رو باید اصلاح کنیم. یه ساختار ضد ایثار بانکداری ربویه، یه ساختار موافق ایثار بانکداری قرض الحسنه است. خیلی ساده است صحبت ما دیگه، درسته؟ خیلی روشن. حالا ایثار چقدر زیباست، من چند تا روایت در مورد ایثار بخونم. واقعا امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید الایثار اعلی المکارم، ایثار عالی ترین مکارم است. مکارم یعنی چی؟ یعنی بزرگواری، بزرگوارانه برخورد کردن، صفات بزرگوارانه داشتن. اوج بزرگواری ایثاره، از این بالاتر نداریم. اندل ایثار علی النفس تبین جواهر الکرما، می فرماید وقتی که ایثار میکنه انسان کس دیگه ای رو بر خودش ترجیح میده. ایثار یعنی من خودم هم نیاز داشتم، صدقه یعنی این که من چیکار کردم، زیادی بود داشتم صدقه دادم، انفاق یعنی زیادی بود داشتم انفاق کردم. ولی وقتی که شما خودت لازم داشتی کس دیگر رو ترجیح، خودت بلد بودی این سود رو ببری، کس دیگه میدی کس دیگه این سود رو ببره، اینجا ایثار کردی، دیگری رو برتری دادی بر خودت. حالا ممکنه انفاق ایثارگرانه باشه، صدقه ایثارگرانه باشه،
قرض الحسنه ایثارگرانه باشه. اصلا قرض الحسنه تو ذاتشه ایثارگری، چون اون سودی که این میخواد از این پول ببره خودم میتونم ببرم، به اون میدم اون ببره، این خودش یه ایثاره. گفتم یه ایثار بهداشتی حداقلی خوشگله، تضمین اصل سرمایه برمیگرده اینا بدون سود، اصل سرمایه بدون سودش برمیگرده به شما. آقا سودش کجا میره؟ تو جیب رفیقه. چقدر ایثار خوشگلیه دیگه. میفرماید ایثار، هنگام ایثار هست که جوهر انسان بزرگوار خودشو نشون میده. این جوهرشو داره یا نه؟ من اگه میتونستم یه دستگاهی درست بکنم که جوهرشناس باشه، جوهر آدم ها رو بتونه بشناسه که کی جوهر بزرگواری داره، میدادم این دستگاه رو به شورای نگهبان، میگفتم تو رو خدا هر کی اومد اینو بزن ببین جوهرش چقدره، جوهر بزرگواری. اصلا همشیره ابویش تا حالا یه بار ایثار کرده؟ اصلا این دیده تو فک و فامیلشون تا حالا بوی این ایثار به مشامش خورده نخورده؟ اصلا با این مقوله ها آشناست؟ ولی خب ندارم اون دستکاش. نمیدونم چجوریه. امام زمان علیه السلام یه سیستمی پیاده میکنه، فقط کرما میرن اطرافش، اونایی که این ویژگی ها رو دارن. بعد میفرماید الایثار و شیمت الابرار. ایثار گاهی یه دفعه اتفاق بیفته نیست، ابرار اصلا روششونه، اصلا راحت اینجوری زندگی میکنن، فرهنگشونه. خیلی ایثار زیباست، خدا کنه بتونیم این ایثار رو در جان خودمون ایجاد بکنیم. زندگی تو اون فضا واقعا لذت بخشه، واقعا مردم به خیلی از تفریحات دیگه نیاز ندارن، اینقدر هیجان انگیزه. هیچ کس احساس کمبود محبت نمی کنه. تو وقتی میبینی این نفر تو رو بر خودش ترجیح داده میمیری از شدت محبت، اصلا داغ میشه وجودت، خیلی گرم میشی. خیلی از عوارض پدید نمیاد. مثلا میگم بچه اگه شیر مادر رو نخوره دوچار خیلی ضعف ها میشه، قابل جبران نیست به این سادگی ها. جامعه اگر فرهنگ ایثار توش جاری نباشه، اینه اینکه جامعه شیر مادر نخورده، استخوناش پوک میشه، زود صدمه میبینه. انشالله اینقدر پیچیده بتونیم نگاه بکنیم به مسائل، از بالا پیچیدگی ها رو ببینیم، دومینوها از اینجا شروع میشه به کجا میرسه، بتونیم اینقدر از بالا نگاه بکنیم به خوبی ها، به اخلاق، انشالله با ظهور حضرت و با آموزشی که حضرت با حکومت خودشون میدن به ما این چیزا رو یاد بگیریم و آماده باشیم برای اون آموزش. حداقل یه مقدار حرفاش به گوشمون خورده باشه، آرزو کنیم، دعا میکنیم برای فرج، بتونیم دعا کنیم برای چی. من نمیخوام ایثار رو از شهادت بالاتر ببرم، ولی چیزی که رونق به شهادت میده ایثاره. شهید توی لحظه ای این حرف رو به خودش میزنه، چرا من برم؟ چرا بقیه نرفتن؟ من برم کی بخوره؟ من برم کی ثمرش رو ببره؟ شهید در مقابل این سوال باید یه پاسخ ایثارگرانه به خودش بده، بگه بذار ببرن، عیبی نداره، اونا حتما شایستگی به اندازه تو هم ندارن برای بردن، بودن، ماندن، ولی تو بیخیال باش. وقت شهدا در ایثارگری به جایی میرسیدن که طلبکار که نبودن هیچی. معمولا تو وصیت نامه هاشون نگاه کنید، من یکی از شهدای مدافع حرم رو رفتم جلسهش، وصیت نامش رو به من دادن، جوان، از شدت شباهت وصیت نامه این جوان
با وصیت‌نامه های شهدای دفاع مقدس که صدها اش رو من مرور کردم، ده ها موردش مال رفقای خودم بوده، اصلا همینجوری مونده بودم. یه ده از رزمنده‌های قدیمی تو جلسه بودن، میگفتم تو رو خدا یاد رزمنده‌های دفاع مقدس نمیافتی؟ از دلش برداشته نوشته. معمولا یه وجه مشترک، اون وجه مشترکی که من دیدم این بود که این یه وجه مشترکیست بین وصیت‌نامه های شهدا. مکرر من دیدم تو متن وصیت‌نامه‌شون به شدت از مردم عذرخواهی میکنن، از خانواده عذرخواهی میکنن، هی از همه عذرخواهی میکنه. بابا تو بهترین پسر این خونه بودی، اینقدر عذرخواهی نکن، کشتی همه رو. تو بهترین پدر بودی، تو بهترین عزیز بودی، تو بهترین همکلاسی بودی، تو بهترین شهروند بودی. از همه هی مدام عذرخواهی میکنه، برعکس میشه، خودشو بده کار. یعنی من خوب جون ندادم، یه وقت نکنه من خوب جون نداده باشم. بابا تو جون دادی، الان طلبکاری، سر ما داد بزن. ایثار جوهرش توی شهادت هست، ولی شهادت انقدر خوشگل نمیشه. میگه نزدیک گودی قتلگاه شدم، دیدم حسین فاطمه داره زیر لب حرفی میزنه. امام حسین میخواستن شاید بلند حرف بزنن، صداشون توان نداشته. میگه متوجه صدای ایشون نمیشدم، نزدیک شدم دیدم داره با خدا مناجات میکنه، خدایا به فریاد حسینت برس. طلبکار نیست، بدهیاشو داره میشماره. خدایا حسین تو دریاب، من کسی رو غیر تو ندارم. یه جور شمردن بدهی هاست. راضیم به رضای تو، هیچ معبودی غیر تو ندارم. علی لعنت الله علی القوم.